چون تروزی عدالت در دست محکمات سودی است، در این بخش برنامه جریان مرافعه سودی را نشان داده از عاقبت جنایتکاری به شما معلومات میدهیم. گروه جدی برنامه میلیسیا خبر میدهد هفته گذشته در دو مرافعه سودی در سود شهر خوجند برگزار گردیده اشتراک نمود. یکی از سودشونده ها برای صادر نمودن جنایت دزدی و سودشونده دیگر برای سرکشی نمودن در تامینات مادی فرزند جزای حبسی گرفتند. در سود شهر خوجند کرداری به جامعه خفناک عیبدار شونده تورسونوف حکیم رحیموویچ سال تولدش 1979 زوده و استقامت کننده شهر خوجند را بررسی نمودند. سود طبق طلبات ماده 244 کدکس جنایت در صادر نمودن جنایت دزدی حکیم تورسونوف را گناهکار دانست. سود شونده حکیم تورسونوف که قبلا ماه اکتبر سال 2020 با حکم سود شهر خوجند داغ سودی گرفته است، باز دست داشتن او در دزدی از جانب میلیسیا آشکار میشود. سنه 12 سپتامبر تخمینا ساعت 18:40 دقیقه در حدود بازار پنجشنبه شهر خوجند در حالت مستی قرار داشته با مقصد دزدی غیر قانونی وارد دکان گوشت فروشی شده گوشت و محصولات گوشتی قضی را تصرف می نماید. ضرر رسانیده شده 750 سومونی را تشکیل می دهد. ضمن مرافعه سودی سودشونده خودش را در صادر نمودن جنایت گناهکار حسابیده اظهار پشیمانی نمود. هرچند سودشونده تورسونوف با گناه خود پورا اقرار باشد، هم گناه او در صادر نمودن جنایت مذکور با دلیل های در پرونده جنایت جای داشته و در سود معین گردیده اثبات پورا خود را یافت. جزای نهایی نسبت تورسونوف حکیم رحیموویچ معلوم ساختن از آزادی به مدت 2 سال و 1 ماه با ادای جزا در قانون اصلاحی دارو نظامش عمومی تعیین کرده شود. جزای از آزادی محروم گشتن نشانه تصدیق گناه است، زیرا سزاوار جزا تنها آن نفری میگردد که در عمل و رفتار او علامت های ترکیب جنایت جای دارد. تامینات فرزندان نوبالغ و غیر قابل مهنت از عهده‌داری هایی است که سرکشی نمودن باعث به جوابگاری جنایتی جلب گردیدن شخص می شود. در سود شهر خوجند به همین گونه کردار شهروند عبدالرؤوف عبدالغفور عبدالرسولویچ سال تولدش 1980 استقامت کننده شهر خوجند که نسبتش در اساس ماده 177 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز گردیده بود بهای حقوقی دادند. سودشونده طبق حلنامه سود شهر خوجند از ماه اکتبر سال 2019 عهده‌دار گردیده بود که به فایده سابق همسرش برای تامینات دو فرزند نوبالغش تا به سن بلاغت رسیدن هر ماه به طور استوار در مجموع به اندازه 400 سومونی پرداخت نماید. ولی سودشونده عبدالغفور عبدالرؤوف عهده‌داری را صرف نظر کرده از پرداخت قسمی مبلغ تامینات و نگهبین فرزندانش سرکشی نموده است. در نتیجه در نزد سابق همسرش برای 6 ماه 23 روز مبلغ الیمنت به مقدار 2706 سومونی قرضدار می شود. دعوای پیشاورده همسر برای رویاندن الیمنت عبدالغفور عبدالرؤوف را جوابگر نمود. عبدالرؤوف عبدالغفور عبدالرسولویچ در صادر کردن جنایت با ماده 177 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده، با او با این ماده جزا در نمود محروم ساختن از آزادی با مهلت 8 ماه با ادای جزا در کلونیای اصلاحی داروی نظام عمومی تعیین کرده شود. در قطع نکاح همسران آزاد و صاحب اختیار باشند، هم اشتراک جانب ها در کمالات مادی و معنوی فرزندان حتمی است. هرچند سودیه نسبت سودشونده جزای حبسی تعیین کرده باشد، هم ماهیت جزا را به اشتراکچیان مرافعه فهمانیده تاکید داشت که موافق قانون در صورت برقرار کردن ضرر مادی رسانیده شده ممکن است جزا به جزای غیر حبسی تغییر داده شود.